مجال رو و فرصت رو در اختیار آقای مدنی قرار بدم برای بحث و پیشبرد موضوع. احترام بکنم به خانواده های بازماندگان و ابراز امیدواری بکنم که روند دادخواهی این خانواده ها روزی نزدیک به فرجام برسه و آمران این سرکوب گسترده که موجب جان باختن عده زیادی از هموطنان ما در ایران شده است در یک جریان قضایی عادلانه محاکمه بشن. عرض بکنم که آقای مدنی در این حوزه کار جدی انجام دادند، یک کار تحقیقی انجام شده است با عنوان آتش خاموش، نگاهی به اعتراضات آبان 98 و بحثی را هم که امروز قرار است ارائه بکنند سرفصل‌های اون رو پیش از این اعلام کردند. قرار است درباره نظام حکمرانی بحران زده صحبت بشه، بحران ساختاری، بحران ترکیبی، متوالی و فزاینده، محرومیت فزاینده و مواردی از این دست که من ضمن این که با آقای مدنی سلام میکنم و از ایشون تشکر میکنم برای اینکه فرصت رو زمانه دادن و در این وبینار حاضر شدن، تقاضا میکنم که بحث رو آغاز بکنم. به نام خدا، با عرض سلام و با یاد شهدای آبان که یاد اون بر خاک افتادگان بیگناه فراموش مباد و همینطور عرض تسلیت مجدد سالگرد شهدای آبان به خانواده ها و دوستان درگذشتگان. جمعه 23 آبان 1398 همونطور که هممون میدونیم خبر سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین اعلام شد. در پی اون شبکه‌های اجتماعی پیام‌های روشن در واقع اعلام کردند که در اونها از مردم می‌خواستند که به خیابان‌ها بیاند و با خاموش کردن اتومبیل‌ها اعتراض خودشون رو به این تصمیم ناگهانی و بی مقدمه اعلام کنن. به تدریج از غروب روز جمعه تجمعات اعتراضی در برخی شهرها برپا شد و روز بعد یعنی شنبه 24 آبان هم اعتراضات خیابانی به صورت گسترده در شهرهای مختلف ایران شدت گرفت. دو سال از اون اعتراضات گذشته و هر چقدر که فاصله میگیریم از اون زمان اطلاعات بیشتر و نکات دقیق‌تری راجع به اون اعتراضات به دستمون میرسه. حتما شنیدید که در یکی از آخرین واکنش‌ها نسبت به اعتراضات آبان وقتی که از یک نماینده مجلس که ظاهراً معاون کمیسیون حقوقی مجلس هم هست، یعنی احتمالاً حقوقدان هم هست و همینطور روحانیه، وقت سوال شده که نظرتون راجبه برگزاری دادگاه برای در واقع مقصرین و عاملین و عاملین حادثه چیه، به سادگی میگه که خب من خودم هم کشتم، کی میخواد من رو محاکمه بکنه. این روزا موقعی که شبیه این اظهار نظرها رو میشنوم خیلی یاد مفهوم شرم میفتم. به شرم در واقع برخورداری انسانها یا حتی نظامها از شرم به این معنیه که میدونند که اولا کار خطایی کردن و میدونند که اون کار خطا اگر که اعلام بشه، افشا بشه، به ضرر اونها هست، آبرو، حیثیت و به اعتبار اونها رو مورد سوال قرار میده، مشروعیت اونها رو زیر سوال قرار میده و همینطور همیشه نگران این بازتاب اون کار خطا غیر اخلاقی و غیر منصفانه و ناعادلانه ای که انجام دادن، همیشه نگران این هستند و به نظر میرسه که در فضای کنونی نظام حکمرانی در ایران جای شرم خیلی خالیه. یعنی اصلا انگار که نگرانی نسبت به چنین خطای بزرگی وجود نداره، چنین به اصطلاح تصمیمات نادرست ضد انسانی انگار
نه حساسیتی وجود داره نه ارزیابی از اون وجود داره. جالبه که به اصطلاح خیلی راحت یک نفر اعتراف میکنه به اینکه من قتل کردم و بعد توجه نداره که حتی اگر ایشون مسلح هم باشه، این برداشتن سلاح مستلزم ترتیبات خاصیه و حتی مطابق قوانین جاری هم معمولا نیروی مسلح اجازه ندن هر طور خواستن از سلاحشون استفاده کنن. مثلا ایشون گفته که چون بانک آتیش زده، یک نفر بانک را آتیش زده، من خواستم تیر بزنم و او رو به قتل برسونم و ظاهرا از این حداقل های قواعد حقوقی هم خبر نداره و از این گذشته نمیدونه که مطابق همین قوانین فعلی وقتی که در اصل تیراندازی یک مأمور قتل یا جرحی صورت میگیره، اون سازمان مسئول اون فرد باید تحقیقات وسیعی رو انجام بده تا ببینه که علت این قتل چی بوده، ممکنه که انگیزه شخصی بوده باشه یا خطای در ارزیابی و بسیاری موارد دیگه. و برای همین هم برای شناخت ضریب، من اصطلاحی که به کار بردم برای اصطلاح این چیز، ضریب شرم در ساختار کنونی در حکمرانان و در نظام حکمرانی همینه که ببینیم که چقدر اصلا آگاهند به حرفی که میزنن، ادعایی که میکنن یا نظری که میدن. به هر حال وقایع آبان با امروز دیگه روشنه که ابعاد بسیار وسیع و غم انگیزی داشته و حتی منحصر نشده به کسانی که در اون روزها خونشون بر زمین ریخت. بسیاری قطع نخاع شدند، بسیاری دچار استرس پس از ضربه شدند و به اصطلاح دچار انواع فشارها و استرس‌های روانی شدند و به هر حال وضعیت اون حادثه ایجاد کرده که اساساً امکان به فراموشی سپردن اون وجود نداره، امکان نادیده گرفتن اون وجود نداره. به قول آگامبن، فیلسوف معروف، میگه که حقیقت عنصر غیر قضایی در خود داره، یعنی فارغ از اینکه شما بخواید قضاوت کنید یا قضاوت نکنید، به هر حال انسان‌هایی به قتل رسیدند و درسته که ما امروز میشینیم و درباره اونها صحبت میکنیم، ولی باید یادمون باشه که وقتی که انسانی میمیره، این به پایان رسوندن یک فرصت زندگی برای او و فقدان عظیم او، فشار فقدان عظیم او بر بازماندگان، و این چیزی نیست که این آنقدر دردناکه که اساساً فراتر از قضاوته، شاید بشه گفت یک امر کاملا اخلاقیه که میتونه که به اصطلاح مورد توجه قرار بگیره. درباره اعتراضات آبان سوالات زیادی در طول این دو سال مطرح شده، همون ابتدا مطرح بود، بعد هم به شکلهای مختلفی مطرح شد. مثلا علت اعتراضات چی بود؟ آیا فقط مسئله افزایش قیمت بنزین بود یا زمینه‌های قبلی در واقع پتانسیلی ایجاد کرده بود که اون اعتراض با اون ابعاد انجام گرفت؟ چه جوری شد؟ با چه مکانیزمی بود که اعتراضات اولیه به سرعت در سطح ملی منتشر شد، گسترش یافت؟ معترضا چه کسایی بودند؟ چه گروه‌ها یا طبقات اجتماعی بودند؟ چه اصنافی بیشتر بودند؟ در کدوم مناطق بیشتر این اعتراضات وجود داشت؟ آیا سطح خشونت در این اعتراضات وجود داشت به چه نسبتی بود؟ آیا معترضین افراد بودند که کاملا در واقع اعمال خشونت میکردند یا برعکس خشونت پرهیز بودند؟ در مورد خود حادثه خیلی بحث فراوانه. مثلا اینکه ماهیت این اعتراضات چی بود؟ آیا این اعتراضات رو میشه یک شورش نامید، یک کنش اعتراضی نامید، یک انقلاب نامید، یک جنبش نامید و مسائلی از این نوع؟ آیا اعتراضات در واقع سوالی در مورد پیامده اعتراضات ها؟ آیا اعتراضات آبان مقدمه خونین یک انقلابه که به شکست منتهی شد یا در آینده باید منتظر باشیم که بازتابای اون دیده بشه؟ و
آیا اعتراضات سر آغاز یک جنبش اعتراضی تهیدستان در ایران بود که فشار معیشت از آستانه تحملشون عبور کرده؟ آیا باید انتظار داشته باشیم که اعتراضات مشابهی هم در اون رخ بده؟ که خب حالا دیگه میدونیم که بعد از اون، بعد از اعتراضات آبان، ده ها اعتراض کوچک و بزرگ دیگه در ایران رخ داده که آخرینش همین امسال بوده و اعتراضات خوزستان. خب برای اینکه به این سوال ها پاسخ بدیم و البته قطعا در این جلسه و در این بحث کوتاهی که من مطرح میکنم به همه این سوالات امکان پاسخ دادن نیست، اما برای پاسخ به این سوالات، مثل پاسخ به سوالات اعتراضات دیماه، مثل اعتراضات به اصطلاح خوزستان، مثل اعتراضات معلمان در همین چند روز اخیر که به صورت مداوم وجود داشته و جنبش معلمان رو شکل داده، مثل اعتراض بازنشستگان، خب برای توضیح این کنش های اعتراضی ناچاریم که به برخی مختصات بستری که این اعتراضات در اون رخ داده توجه بکنیم، چون بدون شناخت این بستر خیلی نمیتونیم راجع به ماهیت و چگونگی این اعتراضات بحث بکنیم. چند تا شاخص مهم برای تحلیل وضعیت موجود ایران و به ویژه اعتراضات وجود داره که من مختصر به برخی از اونها اشاره میکنم یا به مهمترینشون. یکی این که نظام حکمرانی در ایران یک نظام بحران زده است. منظورم مشخصا اینجا از بحران اینه که نظام حکمرانی با مشکلاتی مواجه شده که در چارچوب سازوکارهایی که در اون تعبیه شده، پیش بینی شده، امکان حل اونها وجود نداره. یعنی مثلا اجازه بدید اشاره کنم مثلا به اعتراض معلمان. معلمان در ایران مطالباتی دارند و مشکلاتی در نظام آموزشی وجود داره که از طریق سازوکارهای موجود امکان حلش نیست، برای اینکه اگر امکانش بود که باید حل میشد تا این اعتراضات مداوم و طولانی به اصطلاح ادامه پیدا نکنه. یا اجازه بدید مثالی بزنیم از تورم. تورم در ایران ساختاریه، به صورت یک بحران در اومد، بحران تورمه و همونطور که میبینید این الله کلنگ در واقع راه حل هایی ارائه میشه که هر راه حل خودش پیامد یک بحران دیگه است. مثلا فرض کنیم که میگن که اگر که ارز رو تک قیمتی کنیم یا آزاد سازی بکنیم قیمت ارز رو و قیمت ها رو، میتونیم تا حدودی وضعیت رو کنترل کنیم و همه تقریبا کمتر اقتصاددانی سراغ دارم که ندونه که با افزایش قیمت ارز این تورم سرسام‌آور بالای 50% به شکلی ناگهانی افزایش پیدا خواهد کرد و تبعاتی داره. و از طرف دیگه ادامه این وضع موجود هم برای نظام حکومتی وجود نداره، چون منابع لازم رو برای تخصیص به اصطلاح ارز نداره. اینا همش نشون میده که در چارچوب ساز و کارهای موجود امکان حل مسائل موجود ایران وجود نداره. به همین دلیل هم میگیم این بحران ها که فراوان هستند، بحران مشروعیت، بحران توزیع، بحران نفوذ، بحران ناکارآمدی، بحران فساد، بحران تورم، اینها ساختاری هستند به این معنی که بدون تغییر یا اصلاح ساختار امکان خروج از این بحران ها وجود نداره. اینجا موقعی که راجع به ساختار صحبت میکنیم با سه رکن مشخص داریم اشاره میکنیم. یعنی به طور مشخص بحران ساختاری یعنی بحرانی که در سه رکن نظام حکمرانی جایگاه داره. یکیش قوانین بالدستی مثل قانون اساسی، یعنی تناقضات، تعارضات و مشکلاتی در اون وجود داره که این وضعیت رو به وجود به بحران‌های ساختاری رو. یکی در مناسباته، یعنی مناسباتی در نظام حکمرانی ایران شکل گرفته که اجازه حل مسائل رو نمیده، مثل مثلا نقش بالدستی نیروهای نظامی امنیتی، روحانیون و به اصطلاح روابطی که شکل داده این نظام حکمرانی را. این روابط در
قوانین تعریف نشده ولی به عنوان رویه هایی که بخشی از ساختار نظام حکمرانی رو از مناسبات نظام حکمرانی رو تشکیل میده. و بالاخره رویه ها، رویه ها هم اشاره داره به اون مجموعه از فعالیت هایی و تصمیم گیری هایی که در قانون پیش بینی نشده اما به عنوان یک روش حل مسئله در درون نظام حکمرانی ایران تعبیه شده. مثلا فرض کنیم که حکم حکومتی در قانون پیش بینی نشده ولی به عنوان یک روش رویه حل مسائل در نظر گرفته شده و وجود داره. یا تشکیل جلسه با سران سه قوه که هم میتونن قانون گذاری کنن و هم میتونن در واقع اجرای قانون بکنن، اساسا در قوانین ایران پیش بینی نشده و این در واقع رویه ای که در درون نظام حکمرانی ایجاد وجود داره. بنابراین موقعی که میگیم بحران ساختاریه، اشاره داریم به این که وضعیت موجود و بحران ها حاصل ترکیبی از این مسائل که مجموعه این سه رو در تلفیق با هم وضعیت به وجود آورده که امکان خروج از وضعیت رو ناممکن میکنه، مگر با اصلاح ساختار، یعنی اصلاح قوانین بالادستی، اصلاح مناسبات و اصلاح رویه ها. نکته سومی که تو در تحلیل مسائل ایران به نظرم باید بهش توجه کرد این که بحران های موجود ترکیبی، متوالی و فزاینده هستن. ترکیبی هن از این جهت که بحران های موجود فقط ابعاد اقتصادی ندارن، فقط ابعاد اجتماعی ندارن، فقط ابعاد سیاسی ندارن، فقط ابعاد فرهنگی ندارن. ترکیبی از بحران ها وضعیت موجود رو شکل داده. بحران مشروعیت، بحران ناکارآمدی، بحران فساد، بحران و بحران های متعدد، بحران توزیع، نابرابری فزاینده، مجموعه اینها با هم یک منظومه ای رو شکل دادن که اون منظومه وضعیت به وجود آورد که اصولا عنوان ابر بحران یا بحران بنیادین به اون گفته میشه. در بحران بنیادین یعنی در واقع این فرایند بحران ها دائم دارن تکوین میشن و بر همدیگه اثر میگذارن. بحران نابرابری بر بحران توز، بر بحران مشروعیت، بحران مشروعیت بر بحران مشارکت. یعنی موقعی که نابرابری افزایش پیدا میکنه، مشروعیت نظام حکمرانی مورد سوال قرار میگیره. موقعی که نظام حکمرانی مورد سوال قرار میگیره، دیگه شهروندان علاقمند نیستند که به اصطلاح مشارکت کنند در چنین ساختاری. موقعی که این وضعیت به وجود میاد، بحران سرمایه اجتماعی ایجاد میشه، یعنی اعتماد به نظام حکمرانی از دست میره و این دائم اینها دارن همدیگر رو باز تولید میکنن. و مهم اینه که این بحران ها به صورت متوالی هم هستن، یعنی واقعا شما در هر روز و هر هفته مواجهید با یک وجوهی از این بحران که برجسته میشه به طور ناگهانی. این ایجاد این توالی بحران ها در واقع به نوعی هم حاصل ویژگی های درونی ساختاره، یعنی تصمیمات غلط پشت سر هم که تبعات آثار داره، و هم عوامل بیرونی مثل مثلا نقاط عطفی که به اصطلاح پشت سر گذاشتن اون برای نظام حکمرانی یک دشواری و به اصطلاح سختی داره. در ضمن اینا هم افزایی هم دارن، یعنی بر هم دیگه اثر میگذارن. این تا اینجا من بیشتر راجع به وضعیت نظام حکمرانی حرف زدم. از این ور در درون جامعه هم چند تا نکته مهم و اساسی وجود داره که وضعیت یا بستری که اعتراضات در اون شکل گرفته از جمله اعتراض آبان رو توضیح میده. یکی یک محرومیت نسبی فزاینده در اصلاح جامعه ایران وجود داره در میان مردم. این محرومیت نسبی فقط ابعاد اقتصادی نداره. در واقع ما موقعی که راجع به محرومیت نسبی صحبت کنیم، داریم راجع به یک نوع برآورد یا ارزیابی که مردم از وضعیت خودشون دارند صحبت میکنه. در واقع به طور کلی برای تحلیل و توضیح محرومیت نسبی ما با دو دسته عوامل سر و کار داریم در جامعه، در مردم.
یکی توانایی های ارزشی، یکی انتظارات ارزشی. منظور از توانایی ارزشی اینه که هر فرد تا چه حد میتونه تلاش کنه و دستاورد داشته باشه در زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فرق نمی‌کنه، همه ابعادش، و یه اصلا توانایی داره برای اینکه یک محصولی به دست بیاره، برای اینکه زندگی با اون زندگی بکنه. و وجه دیگه‌اش انتظارات ارزشی، یعنی اینکه فرد نسبت به وضعیت موجودش یک وضعیت مطلوبی رو تشخیص میده که اون وضعیت مطلوب رو هم برای خودش توضیح میده که با چه مختصاتیه. و حالا محرومیت نسبی یعنی فاصله بین این وضع موجود و وضع مطلوب. شرایطی که از جهت محروم این به اصطلاح فاصله و شکاف بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود در ایران به طور گسترده باز داره این شکاف بزرگ و بزرگتر میشه. و البته در گروه های اجتماعی هم سرعت افزایش این شکاف متفاوته. اما اون چه که وجود داره در واقع در تحلیل محرومیت نسبی در ایران سه تا الگو وجود داره. یک الگو اینه که مردم وضعیت مطلوب برشون روشنه. مثلا فرض کنیم کسی که خانه نداره دلش خود مالک خونه بشه، اما توانایی هاش الان نه تنها اجازه به اصطلاح خرید خونه بهش نمیده، بلکه این توانایی ها روز به روز کمتر میشه. مثلا در اثر بیکاری پس اندازش رو از دست میده، یا در اثر تورم درآمدش کاهش پیدا کنه، قدرت خریدش کاهش پیدا کنه و رهزو. بنابراین یک حالت اینه که این توانایی های فرد یا خانوار برای به اصطلاح رسیدن به یک زندگی مطلوب این دائم کاهش پیدا میکنه. حالت دوم اینه که این وضعیت ثابته، یعنی فرض کنید مثلا ما یک تورمی نداشتیم یا اساسا یه تورم مثلا تک رقمی زیر مثلا 4-5% داشتیم، در این صورت وضعیت افراد ثابت بود، اما رسیدن به اون نقطه مطلوب خیلی سخت، یعنی اون دور میشد. به این معنی که مثلا فرض کنیم که یه فرد فکر کرد که مثلا امکان خانه دار شدن براش وجود داره اگر 10 سال دیگه کار بکنه به همین ترتیب، با وجود اینکه قدرت خریدش کاهش پیدا نکرده، ولی امکان خانه دار شدن دیگه با 10 سال کار ممکن است، با 20 سال کار ممکنه مواجه بشه، پس وضعیت مطلوب دور میشه. حالت سوم حالتیه که عملا در اینو داره اتفاق میفته، یعنی از یک طرف وضعیت موجود داره بدتر میشه و وضعیت مطلوب هم داره دورتر میشه، پس این شکاف دائم داره گسترده تر و گسترده تر میشه. و به همین دلیل هم احساس محرومیت نسبی در ایران بسیار بالاست. این به اصطلاح در این مورد به اصطلاح صاحب نظره خیلی زیادی مطالعاتی گسترده انجام دادن. یکی از اونها تدگاره که کتاب چرا انسان ها شورش میکنند نوشته و معتقده که اساساً تمام اعتراضات اجتماعی و شورش های اجتماعی و جنبش ها تحت تاثیر این احساس محرومیت نسبیه، که البته نه تنها در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه اجتماع و سایر جوانب زندگی هم به اصطلاح خودش رو نشون میده. شواهد برای این که برای نشون دادن این محرومیت نسبی بسیار زیاده. من چون وقت نیست وارد عدد و رقم ها خیلی نمیشم، ولی مثلا در یکی از آخرین مطالعاتی که همین امسال منتشر شده، مطالعه رسمیه و در واقع وزارت رفاه و تامین اجتماعی منتشر کرده میزان خط فقر رو در ایران، رسما میگه که خط فقر در سال 99 نسبت به سال 98 38% افزایش داشته. یعنی به این ترتیب در واقع به اصطلاح چون خط فقر افزایش پیدا کرده، جمعیت بیشتری به زیر خط فقر سقوط کردن. برآوردش اینه که به ازای هر نفر خط فقر به ازای هر نفر در ماه 1,254,000 تومانه که یعنی بسیاری معتقدند که در واقع خیلی پایین دیده، ولی با فرض اینکه سال 99 و یه خونوار مثلا 3 تا 4 نفری هم در نظر بگیریم، حتی فرق میشه مثلا 2 میلیون و
7800 برای یه خانواده 3 نفره و 3,300,400 برای یه خانواده 4 نفره. و این با در نظر گرفتن اینکه حداقل دستمزد بسیار پایین تر از اینه، میبینیم که در واقع گرفتاری زیادی ایجاد کنه برای خانواده ایرانی. 32% رسما در سال 99 زیر خط فقر هستن که حدود 26.5 میلیون نفره. خاطر نشان میکنم که برخی برآوردها بسیار بیشتر از اینه. مثلا در یکی از مطالعاتی که اخیرا انجام شده میگه که 6 دهک اصلاح درآمدی ایران زیر خط فقر رو دارن، که وضعیت رو به غایت نامطلوب تر نشون میده. وضعیت تورم، این مربوط به سال 99 بود، با توجه به افزایش سرعت رشد تورم در سال 1400 سال جاری وضعیت به مراتب بدتر شده. و اساسا در مورد تورم جمله معروفیه که میگه که فقرا رو فقیرتر و ثروتمندان رو ثروتمندتر میکنه، و با توجه به نرخ فقر حدود 50% کمی بیشتر یا کمی بیشتر در سال 1400، میشه گفت که این احساس محرومیت نسبی به شکلهای مختلف خودش رو نشون میده. این در اشتغال، در همه جوانب زندگی میشه دیدش. ویژگی دیگه‌ای که جامعه ایران داره و در تحلیل جامعه ایران باید مورد نظر قرار داد، این که جامعه ایران در واقع مدت هاست وارد فاز جنبشی شده، یعنی یک جامعه جنبشیه. به طور مشخص جامعه جنبشی اشاره داره به جامعه‌ای که در اون نارضایتی تبدیل کنش اعتراضی میشه. در واقع در تمام کشورها، در تمام کشورهای دنیا، چه کشورهای توسعه یافته چه در حال توسعه، افراد ناراضی وجود دارن، ولی این نارضایتی کمتر تبدیل به کنش اعتراضی میشه. ولی تقریبا از نیمه دوم دهه 70 آرام آرام جامعه ایران وارد این فاز جنبشی شده، به این معنی که اعتراض نارضایتی ها تبدیل به اعتراض شدند، و این به عنوان یک ویژگی و مختصات پاس جامعه ایرانه. به طور مشخص تو در جامعه جنبشی 4 تا ویژگی خیلی مهم وجود داره. یکی این که اعتراضات به طور تدریجی دامنه گسترده سری پیدا میکنه، یعنی از محلات، مناطق به سطح شهرها و بعد سطح ملی گسترش پیدا میکنه. دوم اینکه دنسیته یا تراکم اعتراضات هم زیاد میشه، یعنی اگر که قبلا مثلا در تهران فرض کنیم یه اعتراضی ممکن بود 1,000 نفر جمع بشن، حالا 10,000 تا 20,000 تا 100,000 تا و بیشتر از اون انجام میشه. در واقع تراکم در واحد جغرافیایی افزایش پیدا میکنه. سومی که نهاد، این اعتراضات تدریجی نهادینه میشن، یعنی یه سازوکارهایی در بین معترضین ایجاد میشه که اون سازوکارها میتونن روشهایی برای اعتراضات، به یک اعتباری گفته میشه گنجینه جنبش هست اینا، یعنی در واقع تجربیاتی که دائم بر هم همافزایی داره. و ویژگی آخر هم اینه که روش سرکوب معترضین هم نهادی نمیشه، یعنی پاسخ نظام حکمرانی به اعتراضات نهادی نمیشه. یعنی الان شما تجربه همه توی شهرها ببینن، مثلا اگر که نزدیک به مناسبت هایی میشه، فرض کنیم یگان ویژه در یک جایی مستقر میشه، در میدان ها مستقر میشه، یا نوع به اصلاح پیام هایی که داده میشه، پیام های رسمی متفاوت میشه و خیلی چیزهای دیگه، که در واقع اینه که نظام حکمرانی هم روشایی برای سرکوب اعتراضات رو میگه که اینا نهادینه شده، جا افتاده. آخرین ویژگی که در مورد جامعه ایران باید در نظر گرفت و بدون اون نمیشه وضعیت موجود رو توضیح داد، شبکه‌ای شدن جامعه ایرانه. در واقع جامعه ایران مدت هاست که یه جامعه شبکه‌ای شده، مثل بسیاری جوامع دیگه فناوری‌های جدید ارتباطی به وجود اومده، و این فقط یک تکنولوژی نیست که وارد جامعه ایران شده، بلکه یه اشکال نوین ارتباطی، پیوندهایی ایجاد شده که بسیار در تحولات امروز و آینده ایران موثره. به نوعی مفهوم جدیدی از ما بودن رو ایجاد کرده و
طبیعتاً یک مکانیزم یا سازوکارایی هم از امکان تعامل، تبادل خبر، اطلاعات، نظر افراد با هم دیگه دارند که به نوعی روند تحولی جوامع رو تا حدود زیادی تسهیل کرده یا اشکال مقاومت رو تونسته به اصطلاح امروزین کنه. این در واقع مختصات کلی جامعه‌ایه که ما داریم در اون راجبه اعتراضات آبان صحبت بکنیم، راجبه اعتراضات خوزستان صحبت کنیم، راجبه اعتراضات 88 صحبت کنیم، راجبه اعتراضات دیماه 96 صحبت بکنیم و راجبه اعتراضات در واقع جنبش معلمان صحبت کنیم، جنبش کارگری و سایر کنش‌های اعتراضی که وجود داره. این کنش‌های اعتراضی در واقع در چنین بستنی شکل گرفته و گسترش پیدا کرده. نکته یا بخش آخر بحثم هم اجازه بدید که چند تا ویژگی برجسته اعتراضات آبان رو بهش اشاره بکنم. اعتراضات آبان در چنین بستری اولا در مقایسه با اعتراضات قبلیش به طور نسبی گسترده تر بود، صد شهر رو به اصطلاح پوشش داد، تنوع طبقاتی در اون به شکل خاصی افزایش پیدا کرد، به این معنی که طبقات فرودست به علاوه طبقه متوسط شهری در پیوند با هم در این اعتراضات شرکت داشتن. بعدا اگه لازم شد بیشتر راجع به اون صحبت میکنیم و این در تحولات گذشته حال و آینده ایران حتما یک امر بسیار کلیدیه، پیوند خوردن طبقات فرود از با طبقه متوسط که به نظر من بسیار مهم و تعیین کننده است و میتونه زمینه شکلی و تقویت جنبش های اجتماعی جدید رو فراهم کنه. ویژگی سومش ترکیب سنی معترضین بود. ترکیب غالب سنی معترضین ترکیب جوان بود که در واقع به طور مشخص از اون با عنوان جنبش جوانان میشه نام بود. جنبش جوانان گونه ای از جنبش عام اجتماعی محسوب میشه که جنبش عام به جنبش میگن که تلاشای هماهنگ دارن، یک مجموعه ای از جوانان دارای یک جهتگیری عام مثلا ضد استبداد، ضد به اصطلاح تحمیل، ضد فقر، ضد نابرابری. روند حرکتشون هم آهسته و به اصطلاح پیوسته است، طولانی مدت و مداومه. جنبش جوانان در تقریبا همه تحولات بعد از اواسط دهه 70 به این سو، چه در جنبش اصلاحات، چه در جنبش سبز و چه در اعتراضات بعدی، سهم و نقش مشخصی داشته و مختصاتی داره که همونطور که گفتم به دنبال تغییرات تدریجی و فراگیر که در ارزش‌های جوانان ایجاد شده، این جنبش شکل و سامان خودش رو پیدا کرده. اعتراضات آبان ویژگی‌اش این بود که موضع تهاجمی داشت، موضع تهاجمی و خشونت پرهیز. من همیشه این دو رو در کنار هم قرار میدم، یعنی این که معترضین موضع انفعالی نداشتند در قبال شدت سرکوبی که اعمال میشد، در واقع به سادگی از میدان بیرون نمی رفتند ولی در این حال هم خشونت پرهیز بودند. با وجود همه اصرار نظام حکمرانی برای این که معترضین اعمال خشونت کردند یا در مواردی مثلا غارت کردند، خراب کردند جایی رو، تعداد گزارش‌های واقعی، گزارش‌های مستند که معترضین چنین کارهایی کردن فوق‌العاده کمه و به شدت محدوده و اتفاقا در مقایسه با میزان و ابعاد سرکوبی که در برابر معترضان صورت گرفت، مواضع اونها به شدت خشونت پرهیز و مدنی بود و به همین اعتبار هم حتما باید روی اون تاکید کرد. در این حال که اصرار داشتند، تاکید داشتند و پافشاری میکردن بر خواستشون در اعتراضات آبان، ولی در این حال به همون میزان و به شدت خشونت پرهیز بودند.
خب توی اعتراضات آبان یک از ویژگی‌هاش این بود که مواجه شد با یه سرکوب حداکثری، تعداد کشتگان رو روایت ها رو زیاد شنیدیم، از به اصطلاح رسمی حدود 300 نفر شهید تا بیشتر از اون تا 1500 تا، ولی اگر که همون کف رو هم بگیریم یعنی حداقل رو هم بگیریم میشه گفت که یکی از خونین ترین سرکوبای بعد از انقلاب بوده. و نکته آخری که خوبه که روش تاکید کنیم اینه که تا حدود زیادی در مقایسه با اعتراضات قبل و تا حدی هم بعد از اون وش اقتصادی در اون برجسته بود، یعنی بهانه‌اش یا نقطه شروعش قیمت بنزین بود و بنابراین خواست مشخصی بود که برگردوندن قیمت بنزین به قیمت سابق خودش، ولی در هر حال زمینه های قبلی اون هم بیشتر وجوه اقتصادی داشت، مثل اعتراض به فرق نابرابری و وضعیت سختی که بر مردم تحمیل شده. من وقتم برای اصلاح توضیحات اولیه خاتمه پیدا کرده، دیگه بقیه مسئله رو مکن میکنم به سوالایی که خواهد شد و گفتگویی که با هم دیگه خواهیم داشت. سپاسگزارم از شما آقای مدنی، خیلی جامع و دقیق آنچه که مورد نیاز بود رو فکر میکنم که مطرح کردید. من قبل از اینکه بپردازم به سوالهایی که به ما رسیده یک دو سوال کوتاه دارم. وقتی که از بحران بنیادین صحبت میکنیم، آیا اینکه حاکمیت همین بحران رو به رسمیت بشناسه بر تعریف ما تأثیر میگذاره یا نه این تعریف بحران بنیادین فارغ از اینکه حاکمیت این رو میپذیره یا نه در واقع در جای خودش مینشینه؟ میشه گفت در واقع موقعی که ما وضعیت موجود رو با بحران بنیادین توضیح میدیم داریم توصیف میکنیم واقعیت موجود رو، شاخصای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اصلاح ارزیابی که از وضعیت وجود داره. من توی این یک دو سال اخیر دیدم که بسیاری حتی در درون ساختار هم اشاره میکنن به این بحران‌های موجود. شاید یکی از آخریناش گزارشی بود که سازمان برنامه بودجه راجع به وضعیت موجود داد و اینکه در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسه چقدر میتونه ابعاد این بحران وسیع باشه. پس به این ترتیب اساساً مستقل از تأیید یا عدم تأیید وضعیت موجود به مثابه یک وضعیت بحرانی بنیادین، ما در واقع در ترسیم وضعیت از این مفهوم استفاده میکنیم. ممکنه که در نظام حکومتی این پذیرفته بشه یا نشه. سوال دیگرم آقای مدنی درباره چنته اعتراض یا گنجینه اعتراض اشاره کردید در صحبتاتون بود، اینکه اعتراض ها در نهایت دستاوردهایی دارند که این دستاوردها در گذر زمان مورد استفاده معترضان قرار میگیره. حالا من این رو سعی کردم خیلی خلاصه و در واقع بسته اینطوری مطرحش بکنم، اما آیا گسست اعتراضات باعث نمیشه که این گنجینه و چنته هم اساساً به نوعی به فراموشی سپرده بشه یا کنار گذاشته بشه و جلوه های تازه از اعتراض اصلا شکل بگیره؟ ببینید به همونطور که گفتید رپرتوار یا در واقع گنجینه یا چنته اعتراضات، نه میشه گفت در بخشی از خودآگاه جامعه رو تشکیل میده، بخشی از خودآگاه معترضین رو تشکیل میده. بنابراین اهم از این که این فواصلی بین اعتراضات بیفته یا نیفته، در واقع این تجربه میتونه حتی نسلی منتقل بشه. یعنی در همین اعتراضات که میشه گفت از همونطور که گفتم توی این سه دهه اخیر شاهدش بودیم، اشکالی از پیوند بین اعتراضات با حتی اعتراضات پیش از انقلاب هم میبینیم. بنابراین این در واقع گنجینه‌ایه که میشه گفت یک گنجینه ملی جنبشه، برای اینکه بر اساس تجربیات عینی تاریخی یا معاصر شکل گرفته و میتونه مورد اثبات قرار بگیره و هر بار که جنبش به شکلی
بلند میشه یا از وضعیت پنهان به وضعیت آشکار وارد میشه، این یافته ها و این دانش به کار گرفته میشه. بنابراین همونطور که شما هم گفتید، جنبش ها و اعتراضات، شورش ها جزایر جدا از هم نیستند، بلکه پدیدهایی هستند که دائم بر هم دیگه اثر میگذارند. بنابراین هر اعتراضی، هر شورشی یا هر جنبشی محصول دستاوردهای اعتراضات و شورش قبلی رو داره، چون برمیگرده دوباره تو چنته ببینه که چی تو تجربه وجود داره که بتونه ازش استفاده کنه. این آخرین سوال من از شما خواهد بود قبل از اینکه برم سراغ سوالاتی که از دوستانمون دریافت کردیم. فقط دعوت میکنم از کسانی که این وبینار رو دنبال میکنند که در هر شبکه اجتماعی و هر پلتفرمی که ما رو میبینند سوالشون رو در همونجا مطرح بکنند، این امکان براشون فراهمه. در پیوند با همین بحث چنته اعتراض، شما اشاره کردید به شبکه‌ای شدن جامعه، همطور اشاره کردید به فناوری، گسترش فناوری، اما آیا این حکومت‌ها نیستند که دست بالا رو دارن در استفاده از این فناوری‌ها؟ بچه دیگه خیلی این گزاره مطرح میشه که عملاً حاکمیت در ایران امکانی رو برای ایجاد چنین شبکه‌هایی به در واقع فراهم، نه تنها فراهم نمی‌کنه که اساساً سرکوب میکنه، یعنی مانع هر نوع تشکلیابی میشه. ببینید یه مفهومی در این زمینه وجود داره که پاستزم به اون اشاره کرده، پارادوکس تکنولوژیه. تکنولوژی موقعی که وارد جوامع میشه، در وهله اول توسط نظامهای حکمرانی برای تثبیت اقتدار خودش وارد میشه. مثلا موقعی که رضا شاه دانشگاه تهران رو تأسیس کرد، به ذهنش هم خطور نمی کرد که در واقع در این دانشگاه تهران افراد تحصیل کرده ای به اصطلاح خواهند اومد که بعداً در صف مخالفین جدی او قرار خواهند گرفت، ولی به هر حال ناچار بود بنابر ضرورت های دورانی یا هر دلیل دیگه ای دانشگاه تهران رو تأسیس بکنه. ولی صرف شکل گرفتن نهاد آموزش عالی میتونست که شکل بده به طبقه متوسط، طبقه متوسطی که میخواست مشارکت کنه، حاضر نبود که زیر بار اقتدار فردی بره، و همینطور جنبش دانشجویی و بسیاری مسائل دیگه. در مورد تکنولوژی ارتباطات هم وضع به همین ترتیبه، یعنی نظام حکمرانی بنا نداشتن که این تکنولوژی رو ایجاد کنن برای اینکه تسهیل بشه امکان مقاومت برای نیروهای به اصطلاح موجود یا نیروهای مخالف منتقد، بلکه ناچار بوده برای اینکه در فضا و عصر کنونی بخواد به حیات خودش ادامه بده این تکنولوژی رو وارد کنه. ولی بعداً این تکنولوژی طبیعتاً به اصطلاح توسط نیروهای منتقد مخالف مورد استفاده قرار گرفته و میگیره. درسته که نظام های حکمرانی مخصوصا نظام های اقتدارگرا تلاش میکنند که این تکنولوژی رو تا حد ممکن کنترل بکنند، ولی همونطور که گفتم به همون میزان که دانشگاه تهران رو 100 سال پیش میشد کنترلش کرد تا بعدا نیروی مخالفی در اون شکل نگیره و عملا دیدیم که چنین نشد، در مورد تکنولوژی های ارتباطی امروز هم بعد به همین ترتیبه، یعنی نیروهای منتقد و مخالف به هر ترتیب با وجود تمام تمهیداتی که نظامهای حکمرانی برای اون به اصطلاح در نظر میگیرن از اون استفاده میکنن برای پیشبرد مقاومت. سپاسگزارم از شما. عرض کنم که کسانی که حالا احتمالاً از این لحظه دارن ما رو میبینن، بهشون میگم که وبینار زمانه رو شاهد هستن، تحلیل وضع موجود با نظر به اعتراضهای آبان 98 با حضور آقای سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی. من با اجازه شما میرم سراغ سوالهایی که به ما رسیده. همایون از شما پرسیده است که در چنین وضعیتی که سامانه اقتصادی و اجتماعی کشور به تعبیری از هم پاشیده، شکاف‌ها و بحران‌های آن جرف‌تر شده است، به نظر شما آیا میتوان به اصلاح وضعیت موجود امیدی داشت؟ اگر نه، تغییر ساختاری که به آن اشاره کردید به چه شکل بروز خواهد کرد و یا محتمل ترین شکل آن چگونه خواهد بود؟
بله، ببینید، اولا ترکیب اصلاح ساختار یه ترکیب پارادوکسیکاله، چون به یک اعتباری مفهومی که بلافاصله از اصلاح در ذهن میاد رفرمه، و رفرم اساسا ساختار رو میپذیره. رفرمیست ها کسایی هستند که تاکید دارند که مشکلات موجود از جمله در ایران در واقع به نوعی اصلاح طلبان میپذیرند که ساختار موجود قابلیت و توانایی های لازم رو برای حل مسائل داره، دچار بحران نیست. این مدیریت این ساختاری که مشکلاتی داره، بنابراین میپذیرند که در چارچوب همین ساختار با تغییر در مدیریت اون سعی کنند که وضعیت رو بهبود بدن. در واقع اونها مطرح میکنند که مشکل سیاستمدار خوب و سیاستمدار بده، بنابراین با رفتن سیاستمدار بد و اومدن سیاستمدار خوب همه مسائل حل میشه. در حالی که و اینها در واقع اصلاح طلب هم به یک اعتباری همون رفرمیستن و طبیعتا ساختار موجود رو هیچ وقت بحث شمتا نمیکنه که باید تغییرات بکنه. مثلا بین طیف اصلاح طلب ها تنها کسی که یک گام اومده جلو و ضرورت اصلاح ساختار رو من با اگر و اماهایی، یعنی بقیه این رو نمیان. مثلا در تغییر در فرض کنیم که وظایف، مسئولیت ها و حقوق در واقع اختیارات رهبری، نکاتی رو میگه مثلا اینا باید تغییر صورت بگیره که طبیعتا تغییر ساختار هست، جدا از اینکه من معتقدم که ابعاد تغییر ساختار بسیار وسیع تر از فقط یک نهاده، باید نهادهای مختلفی این تغییرات در این صورت بگیره تا امکان خروج از بحران وجود داشته باشه. پس بنابراین موقعی که میگیم اصلاح، اساسا اشاره به ساختار نیست، به درونه. اما این چه که در این مفهوم اصلاح ساختار اینجا مورد اشاره است، اینه که در واقع مفهوم دیگه از اصلاح برای ساختار هست. اصلاح رو به صورت عموم با سه مفهوم به کار میبریم. یک همون مفهوم اولیه که گفتیم، یعنی میپذیریم که ما اصلاح طلبیم، یعنی که ساختار رو قبول داریم، میگیم در چارچوب این ساختار با تغییر مدیران میشه مسئله رو حل کرد. یه مفهوم دیگه اصلاح اینه که ما معتقد به اصلاح تلاش و جنبش خشونت پرهیز هستیم، یعنی ما اصلاح طلبیم به این معنی که خشونت پرهیز هستیم. و ویژگی سوم یا تعریف سوم از اصلاح هم اینه که ما معتقد به تغییرات تدریجی هستیم، نه تغییرات ناگهانی یا انقلابی. خب اینجا در مفهوم اصلاح ساختار دو مفهوم آخر مورد نظره، یعنی اینکه ساختار، نه همونطور که اشاره کردم، با اون سه رکنی که داره، قانون اساسی، مناسبات در نظام و رویه های تعبیه شده در نظام، در واقع باید با از یک مسیر خشونت پرهیز و به صورت تدریجی تغییر بکنه. پس بنابراین تا اینجا من در واقع خواستم بگم که اصلاح ساختار به این معنی مورد نظره، نه به مفهوم در واقع اصلاح در درون ساختار، اصلاح خود ساختار. این یک وجه از قضیه است. و همونطور گفتم گزینه دومی که پیش روی تغییر ساختاره، تغییر ساختار به معنی اینه که این ساختار اساسا برود کنار و یک ساختار دیگه جایگزین اون شود، که طبیعتا اشاره داره به استراتژی های انقلابی که مختصات خودش رو داره. برای روشنش در واقع اینجا ما با انتخاب یکی از این دو استراتژی، یعنی استراتژی برای اصلاح ساختار یا استراتژی برای تغییر ساختار، داریم مشیمون رو مشخص میکنیم. مشی اول همونطور که گفتم خشونت پرهیزه و به دنبال تغییرات تدریجیه یا تغییر رفتار حاکمانه، و مشی دوم به دنبال دگرگونی ناگهانی انقلابی و با مختص خودشه، یعنی هر انقلابی در واقع تبعات و آثار و ابعاد داره که هم به دنبال تغییرات ناگهانیه و هم خیلی هم انکار نمیکنه که ناچار بعضی موقع هم خشونت اعمال کنه، حتی اگر در دفاعی از خودش. این تمایز بین این دو
هدف رو قرار میده در شرایط در دنیای موجود و در تجربیات موجود از به اصطلاح تغییر. میشه گفت که مدت هاست به دلیل نقدایی که بر استراتژی انقلابی صورت گرفته که حالا الان خیلی جاش نیست واردش بشیم، در واقع استراتژی اصلاح ساختار صورت مطرح شده که مبتنی بر به اصطلاح گذار دموکراتیکه. ببخشید من اینجا اصلاح کنم، هدف اصلاح ساختار مورد نظرم که مبتنی بر استراتژی گذار دموکراتیکه. پس بنابراین به نظر میرسه که در هم تجربه جهانی هم تجربه کشور ما و شرط خاص اون که من واردش الان نمیشم، در واقع از این منظر نشون میده که ما راهی نداریم جز این که با هدف اصلاح ساختار بر استراتژی گذار دموکراتیک تاکید بکنیم. پاسگزارم آقای مدنی، امیدوارم که همایون هم پاسخش رو گرفته باشه. فقط یک لحظه من فکر کردم که اینترنت من دچار اشکال شده، بعد دوستان پیام دادند که این در واقع در فرایند گفتگو دچار پرش شدیم. نام اصلاح طلبی رو شما آوردید عملا شنیده نشد. بله من اشاره کردم، چشم من مختصر بگم که اشاره کردم به این که اون چه که تحت عنوان اصلاح طلب ها در ایران میشناسیم در واقع گروه هایی هستند که معتقد به رفرم هستند، یعنی با حفظ ساختار به دنبال تغییراتی در درون همین ساختار موجود هستند که عمدتا به دنبال تغییر نهادها یا تغییر افراد، سیاستمداران خوب به جای سیاستمداران بد هستن و فکر کنن از این طریق میتونن از بحران‌های موجود خارج بشن. یه استثناء فعلا در این مجموعه اصلاح طلب وجود داره که آقای مصطفی تاج‌زاده است که یه گام اومده جلو، یعنی در واقع پذیرفته که ما نیاز به اصلاح ساختار هم داریم و مصادیق این اصلاح ساختار رو هم عمدتا در تجدید نظر در اختیارات و مسئولیت های رهبری به اصطلاح میدونه و بر این تاکید میکنه که همونطور که گفتم از جهت اینکه این گام این به جلو برداشته شده که طبیعتا من با ایشون همدل هستم، ولی دامنه تغییرات ساختاری بسیار به اصطلاح عمیق‌تر و وسیع‌تر از این میتونه باشه تا اینکه منحصر بشه به تغییراتی در یک نهاد. ممنونم. سین اقبال پرسیدند که بحران نسلی که گاهی از آن صحبت می شود چه جایگاهی در این بحث دارد؟ حالا دو سه تا نکته شاید بد نباشه اشاره بکنم. اولا اینکه جنبش ها اساساً تا حدودی شکاف های نسلی رو پر می کنند. اینکه در ایران یه نوع گسست نسلی انجام شده به خصوص در واقع در دهه 70، این گسست نسلی ایجاد شد دهه 60 و دهه 70 و دهه 80، این رو به وضوح می‌دیدیم. تغییرات مهم ارزشی، تغییرات دیدگاه‌ها، نگرش‌ها به کل مسائل موجود این در جامعه ایران شکل گرفت. و جالبه که حالا در برخی مطالعاتی که راجع به اعتراضات 88 یعنی جنبش سبز انجام شده و تا حدی هم جنبش اصلاحات، در این جنبش ها به تدریج این شکاف بین نسلی ترمیم میشه. یعنی جنبش یک فرصتی ایجاد میکنه، یک تبادل نظری بین نسل های مختلف صورت میگیره. اساسا خاصیت جنبش اینه که میتونه تعرض و پویایی اجتماعی رو بالا ببره و به همین دلیل هم تعاملات بین نسلی هم مثل سایر تعاملات دیگه افزایش پیدا میکنه و به این ترتیب وضعیتی رو شکل میده که امکان کاهش تعارضات بین نسلی کاهش پیدا بکنه. اما همونطور که گفتم، چه در اعتراضات، چه در جنبش سبز، چه در اعتراضات دیما، اعتراضات آبان ماه و همینطور اعتراض خوزستان، به طور مشخص سهم و نقش
گروه های سنی جوان کاملا روشن و مشخص است و به همین دلیل هم میشه گفت که حتما یک پایه اساسی تحولات آینده ایران بر جنبش جوانان استواره که به نوعی میتونه که تا حدی هم این شکاف نسل موجود رو ترمیم کنه. ولی قطعا فقط در یک جمله اشاره کنم که قطعا تعارضات آینده تعارضات بین نسلی نخواهد بود، تعارض بین نظرات و دیدگاه ها راجب آینده ایران خواهد بود که میتونه صفی رو متشکل از جوانان و میانسالها و گروه سنی بالاتر تشکیل بده که در واقع منتقد وضع موجودند و طبیعتاً به دنبال اصلاح وضعیت موجود و تغییر جهت هم. ممنونم از شما. محمد رضا از شما پرسیده است که این خیزش ها آیا حاوی عنصر امید هم هستند یا فقط از سر ناامیدی و استیصال هستند؟ خب من یه توضیح مختصر راجع به مفهوم امید بدم. ببینید اول ببینیم منظور من از امید چیه. اونچه که من میفهمم هم در بحث امید فردی در واقع ایندیویژوال هوپ، هم در بحث امید جمعی که کالکتیو هوپ بهش گفته میشه و هم در بحث امید اجتماعی که سوشیال هوپ هست، در واقع امید یک معنی و یک هسته سخت داره در معنیش و اون اینه که امید یعنی تصور یک وضعیت مطلوب نسبت به وضعیت موجود که راه‌های رسیدن به اون هم برای فرد امیدوار معلومه، روشنه و میدونه که از این طریق میتونه که به اون وضعیت مطلوب دست پیدا کنه. مثلا اگر که بنده بیمار بشم امید دارم که بهبود پیدا کنم، چون میدونم که برای رفع بیماری و به دست آوردن سلامت باید برم پزشک و پزشک هم در دسترسمه و اگر برم پزشک دارو رو مصرف کنم بهبود پیدا میکنم. پس من امیدوارم موقع که بیمار میشم، امید دارم به سلامت خودم. خب با این مفهوم از امید که در فرد میتونه متحقق بشه، در یک جمع میتونه محقق بشه و در یک جامعه میتونه محقق بشه، بریم سراغ سوال دوستمون. و مسئله اصلی اینه که امید مخصوصا سازوکار، ببینید امید فردی با امید اجتماعی یک تفاوت خیلی مهم داره. اینکه امید فردی یعنی امید در افراد ممکنه یک جایی تمام بشه. بنابراین کسی که دست به خودکشی میزنه معنیش اینه که ناامید شده و گریز دیگه نداره. اما در اجتماع به دلیل اینکه دینامیسم اجتماعی فعاله، اون چه که با ایجاد ناامیدی نسبت به چیزی به اصطلاح شکل میگیره متقابلا تبدیل میشه به امید به چیز دیگه. پس موضوع بحث امید همچنان که اون فیلسوف معروف امید که الان اسمش یادم رفته میگه، جهت امیده در جامعه، جهت امیده که تغییر میکنه. پس اساسا این جمله که جامعه ایران یه جامعه ناامیده غلطه، بلکه باید این جمله رو اینطوری اصلاح کرد که جامعه ایران نسبت به چی ناامیده و نسبت به چی امیدواره. اون چه که در شرایط و بستر جامعه ایران که قبلا بهش اشاره کردم، مختصاتش رو گفتم، به خصوص افزایش محرومیت نسبی به اصطلاح شکل گرفته و در نظرسنجی ها هم اغلب نشون دادیم، شاید نظرسنجی های رسمی، اون هست که امید نسبت به نظام حکمرانی کاهش پیدا کرده و بنابراین ناامیدی نسبت به اون افزایش پیدا کرده و در مقابلش امید به سویه های دیگه ای که میتونن مسائل جامعه ایران رو پاسخ بدن افزایش پیدا کرده. پس ما با یه دیالکتیک امید و ناامیدی در جامعه مواجه هستیم. ناامیدی نسبت به چیزی موجب امید نسبت به چیز دیگری میشه. ممکنه این خطا باشه، ممکنه هم درست باشه، اصلا
الان وارد درست بودن و غلط بودنش نمیشن، فقط این مکانیزم امید و ناامیدی یا دیالکتیک امید و ناامیدی رو در جامعه توضیح میدم که پس بنابراین جامعه اون چه که نشون میده شواهد قرائن زیاد هست، اون چه که دیده میشه اینه که امید نسبت به راه حل هایی در چارچوب ساختار موجود توسط نهادها یا ساختار موجود نظام حکمرانی کاهش پیدا کرده و بنابراین جامعه ظرف امیدش رو برده جاهای دیگری و سویه های امیدش تغییر کرده. به این اعتبار و بر این اساس به نظر من جامعه ایران از جهات خیلی هم امیدواره. اساساً اگه جامعه امیدوار نباشه وارد فاز جنبشی نمیشه، یعنی در واقع اعتراضش رو نارضایتیش رو تبدیل به اعتراض نمیکنه، بلکه وجوه منفی تری پیدا میکنه که حالا از بحث ما خارجه، اما به دلیل همین کنش های اعتراضی متعددی که در جامعه ایرانه، جدا از حتی همین مناسبت آبانی که داریم راجبش صحبت کنیم، اعتراضات خوزستان، اعتراضات معلمی، اعتراضات بازنشستگان و گروه‌های مختلف، اعتراضات کارگری، همه اینها نشون میده که سویه امیده که در ایران تغییر کرده، نه به اصطلاح خود امید. خیلی متشکرم از شما آقای مدنی. دانیال مظفرپور پرسیده است که ترکیب جامعه شبکه‌ای و جامعه جنبشی کنونی ایران به چه نتایجی میتواند ختم شود و آیا تجربه جهانی داریم؟ خب ببینید، شبکه‌ای شدن یک جامعه یعنی ایجاد یک امکان برای اون جامعه در فضای عمومی، در حوزه عمومی، در پابلیک اسفیر، در سپهر عمومی، یعنی اینکه افراد اون جامعه امکاناتی رو برای گفتگو کردن با هم، برای بحث و تبادل با نظر، تبادل نظر با هم دیگه خواهند دارند و در دستشون قرار گرفته و انتظار میره که این امکان، امکان گفتگو، تبادل نظر، فرهنگ سیاسی رو در اون جامعه ارتقا بده، بهبود بده و همینطور دانش سیاسی رو، که همه اینها ظرفیتاییه که میتونه کمک کنه به جهتگیری جنبش‌های اجتماعی، به ویژه جنبش‌های دموکراتیک. و این که جامعه ایران جامعه جنبش شده، آیا به اصطلاح چه سمت و سوی خواهد داشت، این سوالیه که بسیار سخته، ولی اون چه که قطعا میشه روش تاکید کرد اینه که به سمت تغییر، یعنی بی تردید ادامه وضعیت موجود در یک جامعه جنبشی، جامعه شبکه‌ای ممکن نیست، برای اینکه شکاف ها و کشمکش ها و منازعه اجتماعی اینقدر دامنش وسیع میشه که غیر قابل کنترل میشه. بنابراین موقعی که جامعه وارد فاز جنبشی میشه، جامعه شبکه میشه، معنیش اینه که یه چشم‌انداز جدی از تغییر در آینده وجود داره. خیلی متشکرم. سوال دیگری که از شما پرسیدند، حمید سوال کرده است که شما از پیوند طبقه متوسط و طبقه فرودست صحبت کردید. این پیوند بیشتر از این که به خواست طبقه متوسط باشد، آیا حاصل فقیرتر شدن این طبقه و به نوعی سلب هویت طبقاتی که پیش از این به آن دلبسته بود نیست؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید، اون چه که بارها شنیدید، در واقع اتفاقی که این وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران ایجاد کرده اینه که طبقه متوسط خب داره فقیر میشه یا فقیر شده، اصطلاحا طبقه متوسط داره پرولتریزه میشه. این معنیش چیه؟ بذار یک به اصطلاح مثال بزنم. مثلا در تهران طبقه متوسط قبلا میتونه با یک درآمد نسبی که داشت، مثلا در مرکز تهران به اصطلاح خونه ای رو اجاره کنه، مسکنی رو داشته باشه و در اون زندگی کنه. به تدریج با افزایش قیمت مسکن در ایران، اهم از به اصطلاح فروش یا اجاره، این طبقه متوسط که درآمد ثابتی هم معمولا داشت، پسنداز خیلی زیادی هم نداشت،
دیگه نمیتونست اون میزان از مثلا درآمدش رو مثلا اختصاص بده به هزینه مسکن. یعنی اگر قبلا مثلا 30% رو اختصاص میداد، حالا باید دیگه بیش از 50% درآمدش رو اختصاص میداد به مسکن، و این معنیش این بود که سفره غذاییش تغییر کنه و مثلا سفره فقیرانه تری داشته باشه. معنیش این بود که دیگه دغدغه‌های فرهنگیش رو نمیتونست به اصطلاح دنبال کنه، چون امکان هزینه دادن برای اون وجود نداشت، و خیلی گرفتاری های مشکلات دیگه. در نتیجه چی کار کرد؟ اومد و آرام آرام از مرکز شهر رفت به سمت جنوب شهر، چون جنوب شهر یا حتی حاشیه‌های شهر، چون در جنوب و حاشیه شهر امکان دسترسی به مسکن متناسب با اون سهمی از هزینه‌اش که پرداخت میکرد وجود داشت. بنابراین اتفاقی که توی شاید 20 سال اخیر یا کمی بیشتر در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران رخ داده اینه که حاشیه شهرها و جنوب شهرها مجموعه از بسیار خونوارهایی حضور پیدا کردند که در اونها طبقه متوسطیه که از مرکز به پیرامون رفته و اونجا ساکن شده. حالا این طبقه متوسط که رفته در مناطق حاشیه یا مثلا جنوب، آیا از جهت دغدغه های فرهنگیش، دغدغه های سیاسیش، دغدغه های اجتماعیش هم تغییر کرده؟ نه، چون اساسا امکانه، چون در این فضای فرهنگی سیاسی طبقه متوسط شکل گرفته، اما به دلیل فوریت های اقتصادی و فشار اقتصادی ناچار شده که محل سکونت رو تغییر بده. اینطوری در واقع یک ادغامی بین به اصطلاح مناطق در مناطق مختلف، مثلا در حاشیه شهرها بین طبقه متوسط و طبقات فرودست ایجاد شده که به نوعی به اصطلاح طبقه متوسط با همون دغدغه ها ولی زندگی به اصطلاح فرودستان داره در واقع زندگی میکنه. یادمون باشه که چون تقریبا علاوه بر طبقه متوسط، طبقات فرودست هم تا حدی تحت تاثیر یا تا حدی دسترسی دارن به امکان استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های مجازی. فرهنگی هم که در شبکه و فضای مجازی است تا حد زیادی فرهنگ طبقه متوسطه، بنابراین تا حدی هم حتی گروه‌های فقیر هم از اون تأثیر پذیرفتند. پس به این اعتبار در واقع هر دو طبقه فرودست و طبقه متوسط با دغدغه‌های خودشون در کنار هم دیگه قرار گرفتن، برای اینکه دغدغه‌های اقتصادشون خیلی به هم نزدیک شده. در واقع تورم 50-60% دیگه طبقه متوسط و طبقه فرودست رو نمی‌شناسه، همه اینها رو داره میبره زیر خط فقر. اما اینکه همونطور گفتم، مطالعاتم حتی مطالعات رسمی هم اینو تایید میکنه که تا دهک پنجم ششم زیر خط فقر هستن، که خب وضعیت نامطلوبیه. ولی اتفاقی که افتاده حاصل این فرایند تحولات اینه که این تلفیق طبقاتی صورت گرفته، که همونطور که گفتم از نظر من وضعیت بهینه‌ایه، برای این که لااقل از یک جهتش رو توضیح میدم، ولی ابعاد دیگه هم داره، اینه که طبقه فرودست به دلایل متعددی میل به اصلاح واکنش های خشونت آمیز داره، و طبقه متوسط به دلایل متعددی میل به خشونت پرهیزی داره. تلفیق اینها و اثرگذاری طبقه متوسط میتونه خشونت رو در ایران در اعتراضات، در جنبش ها کاهش بده، و این به نظر من عامل بسیار مهمی میتونه باشه در جهتگیری مثبت تحولات آینده ایران. سپاسگزارم از شما آقای مدنی. عرض کنم که ما همچنان از دوستانمون سوال دریافت میکنیم. من سوال محمد صفوی رو از شما بپرسم که پرسیده است: شما از جامعه جنبشی گفتید، ارزیابی شما در مورد اعتراض‌های مطالباتی جنبش‌های کارگری و معلم‌ها که در ماه‌های اخیر در اوج قرار دارد چیست؟ آیا حکومت توان پاسخ به مطالبات را دارد؟
بله. خب من در مقدمه بحثم اشاره کردم که اولا جنبش کارگری، جنبش معلمان، حتی جنبش زنان، این آنها همه در واقع جنبش هایی هستند که در فضای جامعه جنبشی ایران در واقع سر بلند کردند و به همون دلیل هم به سبب دلیل ویژگی هایی که دارن عنوان جنبش رو براشون به کار میبریم و در این حال هم همون ویژگی هم افزایی رو دارن، یعنی هر کدوم از اینا به گنجینه عمومی جنبش ها اضافه میکنن. بنابراین در همون و در جامعه جنبش ایران امکان یک همچین فرصت هایی برای جنبش ها ایجاد شده و به وجود اومده. اما سوال مهمتری که مطرح کرده این که آیا امکان پاسخ به این مطالبات برای نظام حکمرانی وجود داره؟ خب من معتقدم که پاسخ بلند مدتی برای این در چارچوب ساختار موجود وجود نداره. به یه عبارت دیگه، همونطور که قبلا در بحثم مطرح کردم، یکی از مختصات و ویژگی های جامعه ایران، بحران جامعه ایران، ساختاری بودنشه. اجازه بدید مثالی بزنم. فرض کنیم که از فردا دولت یا نظام حکمرانی تصمیم بگیره که طرح طبقه‌بندی مشاغل رو برای معلمین اشاره کنه و میزان حقوق معلمان رو به میزان افزایش بده که مثلا حدود 80% یک هیئت علمی بشه، یعنی تقریبا بودجه رو که اختصاص داده به آموزش پرورش باید تقریبا نزدیک دو برابر بکنه. این معنیش اینه که یک میزان قابل توجهی نقدینگی وارد بازار میشه و این میزان نقدینگی در واقع با مکانیزمی که همین الان داره عمل میکنه، معنیش اینه که به افزایش قیمت ها، افزایش سرسام‌آور قیمت ها منجر میشه و نرخ تورم به میزان بسیار زیادی افزایش پیدا میکنه. خب نرخ تورم که افزایش پیدا میکنه، معنیش اینه که باز قدرت خرید همون معلمایی که دستمزدشون افزایش پیدا کرده پایین میاد. پس بنابراین اونها مجددا معترض میشن نسبت به این کاهش قدرت خرید و این چرخه بحران ها همینطور شروع میکنه حرکت کردن. از سوی دیگه فرض کنیم که در واقع از یک سوی دیگه، اگر که مثلا بخوان که مسئله رتبه بندی معلمان را حل بکنند و بودجه لازم را هم به این اختصاص بدن، نیاز دارند که منابع داشته باشند، منابع کافی داشته باشند. برای این کار نیاز دارند که منابع نفتیشون را افزایش بدن. برای افزایش منابع نفتی نیاز دارند که روابط بین المللشون را اصلاح کنند و برای بهبود روابط بین الملل ناچارند که برجام را بپذیرند یا محدودیتهایی را در سیاست خارجی بپذیرند و شرایطی را که اروپایی یا امریکایی یا هر کس دیگه به اونها به اصطلاح تحمیل بکنه یا وادارش بکنه اونها را انجام بدن رو در نظر بگیرند. این معنیش اینه که مثلا تجدید نظر کنند در سیاست انرژی اتمی یا تجدید نظر کنند در سیاست های منطقه ایشون و اینها به نوعی بحران مشروعیت رو به ویژه در میان گروه های هوادار نظام حکمرانی به اصطلاح ایجاد می‌کنه، جدا اینکه در کل جامعه هم بلافاصله مقابل این سوال قرار می‌گیرند که اگر که به همین سادگی می‌شد مسائل رو حل کرد و ما مثلا از سرمایه‌گذاری در انرژی اتمی که هیچ دستاوردی برای منافع ملی ما نداشته اصلاح کنار، اون رو کنار میگذاشتیم یا از تخصیص بودجه به کشورهای دیگه کنار میگرفتیم وضعیت درست میشد، چرا شما قبلا این کار نکردید؟ پس در واقع بحران مشروعیت هم در سطح عام کلی و هم در کسایی که پیوندی ایدئولوژیک دارن با ایدئولوژی نظام حکمرانی ایجاد میشه. پس باز دامنه این بحران ها افزایش پیدا میکنه. پس ما در واقع درون نظام حکمرانی در یک چرخه‌ای گرفتار شده که هر جا رو دست میگذاره یه جای دیگه اون بحث توالی بحران ها پیش میاد و به اصطلاح وضعیتی که گفتیم ابر بحران شکل گرفته. خب در این صورت، یعنی با چنین راه حل هایی، یعنی راه حل هایی که در درون ساختار موجود بخواد به مسائل معلم و کارگرها
جواب بده، از نظر من هیچ راه حلی وجود نداره. نه تنها این، حالا چون من یه مقداری هم روی مسئله اجتماعی ایران کار میکنم، مثلا روی مسئله اعتیاد و روند فزاینده اون در ایران، مسئله تنفروشی و تعداد زیاد روند رو به رشد زنان تنفروش، مسئله فقر، مسئله نابرابری، مسئله فساد، هیچ کدوم اینها رو با حفظ ساختار موجود امکان حلش وجود نداره و هر جاش رو که بخوان دست بگذارند در با حفظ ساختار مشکلات و بحران‌های متعدد پیش میاد. بر این اساس جمع‌بندی بکنم، از نظر من راه حل قطعی و نهایی در چارچوب ساختار موجود برای هیچ یک از مسائل ایران، از جمله مسائل کارگران، زنان، مسئله آب، مسئله معلمان و هزار مسئله دیگه وجود نداره، مگر اینکه به اصطلاح یک تصمیم سیاسی کلان در نظام حکمرانی ایران اتخاذ بشه و اون تصمیم کلان سیاسی به اصطلاح اقدام شروع برای اصلاح ساختار و آغاز فرایند دموکراتیزاسیونه. فرایند دموکراتیزاسیون آغازش با پاسخگو شدن و به رسمیت شناختن به اصطلاح شروع میشه، به رسمیت شناختن منتقدین و مخالفین و در واقع تلاش برای دموکراتیک کردن ساختار و اینکه نیروهای مختلف اجتماعی بتونن نظراتشون رو بگن، تبادل نظر کنن و یک اصلاح دولت ملت واقعی شکل بگیره. خارج از این چارچوب راه حل‌های کوتاه مدتی وجود داره، مثل همین که مثلا فرض کنیم توی مذاکرات چند میلیارد منابع رو در اختیارشون بذارن و موقتاً یک کمک‌های انجام بدن، ولی ادامه یعنی در واقع چیزی نیست جز به تأخیر انداختن بحران هایی که پیش روی راه حل قطعی در چارچوب ساختار موجود وجود نداره. و تلاش هایی هم راه حل هایی هم که میبینید که ساختار نظام حکمرانی، چون الان مسئله معلمان مسئله حتی دولت نیست، مسئله نظام حکمرانیه، راه حل هایی که برای اون در نظر میگیره راه حل های کوتاه مدت مقطعیه و حتی در اینها هم نمیتونه به تصمیم نهایی برسه، چون که میدونه که هر دستکاری این منظومه‌ای که درست کرده تأثیرات سوءش رو یه جای دیگه باش مواجهه. خیلی متشکرم آقای مدنی. من اجازه میخوام که آخرین سوال رو هم از شما بپرسم، سوالی که دارم از شما. در عمده بحث‌هایی که امروز با هم داشتیم درباره نظام اوکراینی صحبت کردیم و بعد سوی دیگر ماجرا از مردم که البته این همبسته در واقع جامعه رو تشکیل میده. اما آیا خود سازمان سرکوب که البته متعلق به نظام اوکراینی است در این دستگاه تحلیلی جا میشه؟ یعنی آیا میشه خود سازمان سرکوب رو هم در همین دستگاه تحلیل در واقع در همین دستگاهی که ارائه کردید تحلیل کرد؟ حتما میشه، یعنی از دو زاویه میشه با این موضوع موضوع رو تحلیل کرد. یکی اینه که موقعی که بحران ابعاد وسیع‌تر پیدا میکنه، بحران در درون ساختار، بنابراین تعارضات درون ساختار هم شکاف هم افزایش پیدا میکنه و اتفاقا باندها یا گرایشات نظام امنیتی سهم بیشتری رو در قدرت خواهند داشت. در واقع اصطلاحاً گفته میشه که دولت امیر به سطح میاد. دیپ استیت یا دیپ استیت در واقع دولتیه که پشت دولت اصلیه، ولی ترکیبی از نظامی و امنیتی ها که وضعیت رو اداره میکنند. هیچ جا مسئولیت ندارن، اسم ندارند، ولی عملاً اونها هستند که دارند اداره میکنند. شبیه اون چه که آقای ظریف تو مصاحبه معروفش گفت که به اصطلاح موضع سیاست خارجی رو میدان معلوم میکرد. اشاره آقای ظریف به دولت امیر بود که ما خیلی نمیدیدیمش. ولی الان اتفاق افتاده، این دولت امیر به سمت اومده. این دولت آقای رئیسی دولت امیری بود.
من متاسفانه صدای شما رو از دست دادم آقای مدنی. فکر میکنم که الان صدا داری؟ الان صدای شما دارم، بله. فکر میکنم بله. قطع اینترنت یه لحظه قطع. بله. پس بنابراین یک وضعیت اینه که به سطح اومدن دولت عمیقه. این از یک جهت کاملا ناچار، یعنی به اجبار این کار رو میکنه، ولی از طرف دیگه به سطح اومدن این دولت عمیق تعارضات درون باندهای قدرت رو هم تشدید میکنه، چرا که منافع بیشتری در میونه. این یک وجه قضیه است. وجه دوم قضیه اینه که در جامعه جنبشی چون اعتراضات و کنش‌های اعتراضی اهم از اینکه شورش باشند یا جنبش به اصطلاح گسترش پیدا میکنه، بنابراین نیروهای نظام امنیتی بیشتر ناچارن درگیر بشن و این درگیر شدن بیشتر نیروهای امنیتی و نظامی موجب افزایش فرسودگی و فرسایش در اونها میشه. بنابراین به یه نوعی در فضایی که جامعه جنبشی داره امکان فرسایش این نیروهای نظام امنیتی هم بیشتر میشه، اگرچه در فرایند فروپاشی یا کلاپس حکومت ها که حالا داستان دیگری هست گفته میشه که آخرین نهادهایی که در یک فرایند فروپاشی دچار تعارض میشن نهادهای نظام امنیتی هستن، یعنی نهاد اقتصادی، نهاد سیاسی، نهاد فرهنگی، نهاد اجتماعی دچار فروپاشی میشه، ولی تا موقعی که این نهادهای نظام امنیتی هستن اون نظام یا ساختار سرپا هست و در آخرین مرحله است که نهادهای نظام امنیتی که دچار مشکل میشن در واقع فروپاشی به نقطه آخر خودش نزدیک میشه. و خب البته من الان در کوتاه مدت چنین ارزیابی ندارم و امیدوارم حتی پیش از اون که به اون نقطه برسه در واقع تجدید نظری صورت بگیره، اون تصمیم بزرگ سیاسی که گفتم در درون ساختار ایجاد شه برای اصلاح ساختار و فرایند دموکراتیزاسیون آغاز بشه. سپاسگزارم از شما سعید مدنی، جامعه شناس، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، از اینکه در این وبینار زمانه را همراهی کردید. وبینار تحلیل وضع موجود با نظر به اعتراضات آبان 1398. اگر کلامی در پایان هست که مایلید مطرح بکنید ما هم میشنویم. شاید در پایان این بحث باز باید یاد کنیم از شهدای آبان و درود فرستیم و روح بزرگ اونها و مجددن به خانواده‌ای داغدار اونها هم تسلیت بدیم. خیلی ممنون از رادیو زمانه که این فرصت رو ایجاد کردن تا در خدمت شما باشم. خیلی متشکرم از شما. من قبل از اینکه با همراهان این وبینار خداحافظی بکنم دو آگهی رو در واقع خدمتشون بگم. اول اینکه ما در زمانه به طور معمول نظرسنجی انجام میدیم، حتی همین درباره وبینارهایی که برگزار میشه موضوعات اونها رو به نظرسنجی میگذاریم. الان هم یک نظرسنجی به اصطلاح اهالی در واقع شبکه‌های اجتماعی در سایت زمانه هوا شده که درباره جانشینی و مسئله پسا جانشینی که علاقمندان میتونند رجوع بکنند به سایت زمانه و در این نظرسنجی شرکت بکنند. نکته دیگری هم که مایلم عرض بکنم این است که پنجشنبه، یعنی در واقع فقط برای اینکه من تاریخ رو یک وقتی اشتباه نگم، بله پنجشنبه 18 نوامبر 27 آبان ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی 23 ایران ما وبیناری خواهیم داشت با آقای امیر چهلتن، داستان نویس که به بررسی جهان داستان و تاریخ اون میپردازه. عنوان این وبینار هست جهان داستان همانند جهان ماست. از کسانی که با وبینار امروز همراه بودند دعوت میکنم که اون وبینار رو هم اگر مایلن در واقع در شرکت بکنند و از دست ندن. در پایان بار دیگه اشاره میکنم به
اینکه امروز سالگرد آغاز اعتراضات آبان بود، آنچه که از شامگاه 23 آبان آغاز شد در 24 آبان ادامه پیدا کرد، اعتراضات، خیزش، جنبش، شورش یا هر نامی که بر اون بگذاریم باعث شد که ما عده زیادی از هموطنانمون رو از دست بدیم. به اونها ادای احترام میکنم، همینطور به خانواده های اونها، و امیدوارم که دادخواهی خانواده ها و نزدیکان خیلی زود در یک نظام قضایی که در اون دادرسی عادلانه به رسمیت شناخته بشه اتفاق بیفته و عدالت در این مورد برقرار بشه. باز هم تشکر میکنم از شما آقای سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، که در این گفتگو و در این وبینار شرکت کردید، و با همه همراهان زمانه و شما خداحافظی میکنم.